درود بر شما. در ویدیو قبل ما این دستگاه رو بررسی کردیم. حالا میخوام بخش اسیلوسکوپ و فانکشن جنراتور رو بیشتر بررسی کنیم. وارد اسیلوسکوپ میشم. هر دو تا لاینش فعاله. من از طریق فانکشن جنراتور دو تا سیگنال وارد کردم. فعلا فانکشن جنراتور خاموشه. صفحه کوچیکی داره و نمیتونم همزمان با اسیلوسکوپ بهتون نشون بدم. پس کارهایی رو که انجام میدم براتون خواهم گفت. این دستگاه 50 مگاهرتزه. میخوایم ببینیم میتونه سیگنال رو به ما نشون بده یا نه. رو کانال 2 میزنم. کانال 2 رو آف میکنم. برمیگردم با دکمه منو. حالا فانکشن جنراتور روشن میکنم. رو دکمه اوتو میزنم. فرکانس 100 کیلوهرتز رو داره به ما نشون میده. حالا میخوام به آرامی سیگنال رو بالا ببرم. میبرمش روی 1 مگاهرتز. فعلا داره به خوبی نشون میده. 10 مگاهرتز. بازم خوبه. 20. در اینجا نوشته شده. 30. 40. کمی لرزش داره. ولی فعلا خوب نشون میده. میبرمش 50. خب شکل موج لرزشش بیشتر شد. میبرم 60 مگاهرتز. تمامی اسیلوسکوپ ها بیشتر از فرکانس نامی رو میتونن نشون بدن. ولی لرزش شکل موج خیلی مهمه. الان روی 60 مگاهرتز هستم. حالا میخوام اندکی فرکانس رو کاهش بدم. 50 مگاهرتز. این روی تک کانال بود. حالا کانال 2 رو هم روشن میکنم. اینجا نوشته آف. آن میکنم. دکمه منو برمیگردم. خب دقت بفرمایید. وقتی دوتا کانال فعال شد دیگه کانال 1 رو 50 مگاهرتز ثبات نداره. فرکانس رو کاهش میدم. 40. به آرامی کاهش میدم. 35. 30 مگاهرتز. همچنان لرزش داریم. که عادیه. 25. رو دکمه اوتو میزنم. رو 25 مگاهرتز تقریبا رو دو کانال داره خوب نشون میده. حالا کانال 2 رو هم فعال میکنم. روی 20 مگاهرتز اوتو رو میزنم. خب الان دوتا کانال روی 20 مگاهرتز هستن. تریگر رو کانال 1 هست. بس کانال 2 که آبی پایینه متحرک. خب دوباره کانال 2 رو خاموش میکنم. دکمه آتو رو میزنم. فرکانس رو کاهش میدم. رو دکمه آتو میزنم. الان روی 10 کیلوهرتز هستیم. در اینجا نشون داده شده. حالا میخوام کرسرها رو فعال کنم. رو دکمه منو میزنم. میام رو کرسر. تایید میکنم. فعالش میکنم. هم X1 X2 هم Y1 Y2. منو رو میزنم برگرده. خب کرسرها نشون داده میشن. در اینجا دقت بفرمایید. نوشته VH. رو دکمه سلکت میزنم. نوشت X1 Y1. حالا به کمک این دکمه ها. این یکی. پس این کرسر X1 Y1. حالا دوباره دکمه موف میزنم. شد X2 Y2. اینجا نوشته. حالا حرکت میزنم. پس میتونیم کرسرها رو هم تنظیم کنیم. در اینجا مقادیر دیده میشه. حالا شاید تو ویدیو به خوبی دیده نشه. حالا برای خاموش کردن منو رو میزنم. کرسر وارد میشم. خاموش. خاموش. منو رو میزنم و برمیگردم. یه گزینه دیگه در اینجا بود. پرسیستنس یا دوام.
اول میخوام حالت سویپ رو تو فانکشن جنراتور فعال کنم. پس برمیگردم روی فانکشن جنراتور سویپ رو میخوام فعال کنم. فرکانس رو از 1000 تا 3000 در نظر میگیرم. زمانش رو میذارم 1 ثانیه. قبلا این گزینه رو براتون شرح دادم. خب حالا تایید میکنم. این حالتیه که داره نشون میده. حالا دکمه منو میزنم. وارد میشم. میذارم رو 500 میلی ثانیه. حالت دوام یا پیوستگی. یه بار دیگه منو میزنم. میذارم رو 1 ثانیه. خب دوباره برمیگردم. خاموشش میکنم. اسیلوسکوپ تو حالت عادیه. حالا میخوام یک مقایسه بین این دوتا دستگاه انجام بدم. این دستگاه اوون هست 40 مگه، این FNRC 50. هر دوتا روی 1 مگاهرتز هستن. فرکانس رو بالا میبرم تا تفاوت رو در دو دستگاه ببینیم. اول روی FNRC 20 مگاهرتز. اوتو رو میزنم. توجه بفرمایید که کانال 2 در هر دو اسیلوسکوپ خاموش. حالا اوون رو میبرم رو 20 مگ. اوتو رو میزنم. خب در اینجا ما لرزش رو نداریم، ولی در FNRC لرزش هست. حالا اوون رو میبرم رو 40. اوتو رو میزنم. حالا FNRC 40. در اینجا به وضوح دیده میشه که شکل موج پایداری بیشتری داره. حالا این رو میبرم روی 60 مگاهرتز. حالا FNRC رو میبرم 60 مگاهرتز. حالا میخوام کانال های 2 رو در هر دو تا اسیلوسکوپ فعال کنم. کانال 2 دکمه اوتو رو میزنم. خب لرزش شکل موج رو داریم. حالا کانال 2 این. حالا دوباره دکمه اتو. خب به طور خودکار کانال 2 رو خاموش کردم. دوباره روشنش کنم. خب با روشن شدن کانال 2 اینجا هم شکل موج به هم ریخته. البته این دستگاه 40 مگه، این دستگاه 50 مگه. آموزش کامل دستگاه اوون در کانال وجود داره. لینکش رو براتون تو بخش توضیحات میذارم. نکته بعد این که FNRC آپدیت داده برای این دستگاه. باید وارد سایتش بشید، در بخش داکیومنت آپدیت اینو تهیه کنید و بعد به کمک USB شیرینگ اونو آپدیت کنید. کار خیلی راحتیه. حالا کانال 2 رو خاموش میکنم. در اینجا کانال 2 رو خاموش میکنم. وقتی کانال دوم خاموش میشه پایداری شکل موج بیشتره. الان هر دو تا دستگاه در 60 مگاهرتز دارن سیگنال رو نشون میدن. استفاده عملی از اسیلوسکوپ رو من در کانال گفتم. در فهرست پخش اسیلوسکوپ یا فهرست پخش آمپلیفایر خود رو که چجوری از اسیلوسکوپ تو تعمیرات استفاده کنید. در ویدیوهای بعدی هم از این دستگاه ها استفاده خواهم کرد. در مورد خرید دستگاه سوال کردن. لینکی که در بخش توضیحات هست برای دوستانی هست که خارج از ایران تشریف دارن. برای دوستانی که داخل ایران تشریف دارن باید از وبسایت‌های داخلی خرید بفرمایند. پس اون لینک برای دوستانی که خارج از ایران هستن. خب حالا بریم بخش فانکشن جنراتور رو از روی FNRC روی اوون تست کنیم. در اینجا روی تریگر میزنم. این فانکشن جنراتور. در اینجا خروجی مربعی رو داریم که روی این اسیلوسکوپ داره دیده میشه. حالا میخوایم یک تست ازش انجام بدم. اول شکل موجا رو ببینیم. دو دکمه اوتو میزنم. تریگر تنظیم نبود. این شکل موجهایی که در این دستگاه وجود داره. یه بار دیگه اوتو میزنم. حالا برمیگردم به سمت بالا.
موج مربعی. حالا میخوایم ببینیم میتونیم تنظیماتش رو تغییر بدیم. رو دکمه وسط میزنم. در اینجا وارد بخش فرکانس میشیم. از 1 تا 50 کیلو. یه بار دیگه میزنم. میتونم عدد رو تغییر بدم. خب یک بار دیگه روی میزنم. خارج میشه. حالا میام پایین. در اینجا دیوتی سایکل رو نوشته. یه بار دکمه وسط رو میزنم. دیوتی سایکل رو افزایش دادم تا 100% میشه. کاهش دادم. یه بار دیگه رو دکمه وسط میزنم. حالا میام پایین. امپلیتیود یا ولتاژ روش میزنم. حد اکثر 3 ولته. 2 ولت. 1 ولت. یه بار دیگه روش میزنم. حالا برای خروج دکمه منو. حالا میتونم شکل موج دوم رو انتخاب کنم. همین گزینه‌ها در اینجا وجود داره. بس شما هر شکل موجی رو انتخاب کردید با دکمه وسط میتونید وارد تنظیماتش بشید. فقط به یاد داشته باشید که حداکثر ولتاژی که این دستگاه میده 3 ولت هست. به عنوان مثال اگر یک IGBT یا MOSFET که ولتاژ ترشولدش بالای 3 ولته مستقیما توسط این دستگاه رو اندازی نمیشه. پس این موضوع رو در نظر داشته باشید. برمیگردم رو اسیلوسکوپ. موضوع آخر، اگر شما بخواید ولتاژ های بالا رو اندازه بگیرید، مثلا 100 ولت 80 ولت، اگر بخواید از هر دو کانال استفاده کنید و بخواید کانال اول یا دوم رو به یک بخش ولتاژ پایین وصل کنید، دیگه نباید منفی ها رو به هم متصل کنید یا گیره های سوسماری، چون ولتاژ بالا از طریق منفی وارد دستگاه میشه و برد دستگاه رو میسوزونه. پس اتصال گیره های سوسماری باید در ولتاژ پایین یا در ولتاژ بالا باشه. پس شما به طور همزمان نمیتونید بخش گرم و بخش سرد مدار رو گراند رو متصل کنید. در این دستگاه به همین بود. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.